اما مردم فرانسه یک بار دیگر در هفتم ماه می به پای صندوق رای می روند تا رئیس جمهوری جدید آن کشور را انتخاب کنند. فرانسویان در دور اول رایگیری با انتخاب دو نامزد راست افراتی و میان رو نشان دادند که خواهان تغییر در نظام سیاسی آن کشورند. با این حال بسیاری از رای دهندگان سیاست های مارین لوپن نامزد ناسیونالیست را نمیپسندند که انصراف فرانسه از عضویت از اتحادیه اروپا یکی از وعده های اصلی انتخاباتیش را تشکیل می داد. اما ایمانوئل مکرون از سوی دیگر صدا و چهره تازه در صحنه سیاسی فرانسه تلقی می شود ولی برخی از رای دهندگان او را از قماش سیاست و قشر مرفه می جزئیات بیشتر در برگردان گزارش زلتی از صدای آمریکا. پیروزی ایمانوئل مکرون در رایگیری روز یکشنبه و نظرسنجی های متعدد نشان از بخت قویتر نامزد 39 ساله برای پیروزی نهایی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در هفتم ماه مه دارد با این حال بعضی تحلیلگران میگویند هنوز نمیتوان درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با قاطعیت پیشگویی کرد قشر کارگر مارین لوپن رو دوست نداره اما ممکن از مکرون هم خوشش نیاد چون به او به چشم نماینده بانک های بزرگ لابی ها و حامی جهانی شدن نگاه میکنه لوری مندویل تحلیلگر شورای اتلانتیک در گفته گفتگو با صدای آمریکا به این موضوع اشاره می کند که در صورت پیروزی احتمالی آقای مکرون در رأی گیری هفته مه داوطلبان حزب آمارش یا پیشروی اگر نتوانند در انتخابات پارلمانی فرانسه به اندازه کافی کرسی اشغال کنند رئیس جمهوری شاید نتواند از حمایت کافی برای تشکیل یک دولت با ثبات برخوردار شود. ما به انتخابات پارلمانی میگیم دور سوم انتخابات که میتونه در حقیقت سبب شکلگیری یک پارلمان متلاشی در کشوری باشه که زمامداریش بسیار مشکله. لوری مندویل میگوید مارین لوپن با هدایت و سازماندهی دوباره حزب جبهه ملی فرانسه و با سیاست های پوپولیستیش توانسته از هوادارانی را به خود جذب کند. اما فرانسویان نگران عواقب احتمالی خروج از اتحادیه اروپا و حوزه یورو هستند. سیسیل آلدوی از دانشگاه استنفورد در تماسی از طریق اسکایپ با صدای آمریکا میگوید هرچند مارین لپن با تحویل گرفتن رهبری حزب جبهه ملی و دوری جستن از ادبیات نجات پرستانه و افراطی پدرش و نیز وعده های انتخاباتی برای بهبود اوضاع اقتصادی و دیگر مسائلی که مردم فرانسه به آن اهمیت میدهند توانسته باری برای خود و حزبش جلب کند اما فرصت عملی کردن وعده انصراف فرانسه از اتحادیه اروپا را پیدا نخواهد کرد. در حال حاضر در فرانسه ماکرون و لوپن روبروی هم قرار دارند و اختلافشون در جدول نظرسنجی ها نزدیک به 20 درصد میرسه. بنابراین خیلی خیلی بعیده که ماکرون نتونه از رایگیری دو هفته دیگه پیروز بیرون بیاد. و از همین رو بعیده که شاهد سناریوی نظیر برگزیت باشیم. تحلیلگران میگویند مارین لوپن ممکن است در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شکست بخورد. اما قدرت نفوذش را نباید به هیچ عنوان نادیده انگاشت.